پس از بینتیجه ماندن مذاکرات سه روزه ژنو بر سر برنامه اتمی تهران اعضای ارشد کنگره بار دیگر مسئله لزوم ارزیابی تشدید تحریمها علیه تهران را مطرح کردند قانونگذاران از هر دو حزب به تکرار به تشدید تحریمها رأی داده و اشتیاقی برای کند کردن این روند نشان نمیدهند سناتور جمهوری لینزی گراهم روز یکشنبه گفت تحریم های جدیدی علیه تهران لازم است و کنگره منتظر دور بعدی گفتگوهای اتمی نخواهد ماند. سناتور دموکرات رابرت منندز نیز در گفتگو با شبکه خبری ای گفت وی و همکارانش برای تدوین تحریم های جدید به عنوان پیام روشنی به ایران کار خواهند کرد. سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو گفت نقشه تهران مثل روز روشن است. آنها سعی میکنند راهی به منظور توقف و یا لغو تحریم ها پیدا کنند بدون اینکه چیز زیادی را از دست بدهند و بعد در یک زمان دیگر که ما بر مسائل دیگر تمرکز داریم برای ساخت بم اقدام کنند تا زمانی که تهران توانایی غنیسازی و باز فروبری را کاملا رها نکرده تحریم ها علیه ایران نباید متوقف و یا لغو شود سناتور دموکرات کریس کونز هم نظر مشابهی را تجویز می کند. با آنکه دیپلماسی ترجیح دارد من از این سلسله مذاکرات بی پایان نگرانم. بنابراین ما باید در اعمال تحریم های تردید نکنیم و آمریکا باید برای استفاده از زور برای بازداری ایران از حصول توانایی ساخت سلاح اتمی آماده باشد. یک شنبه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هیچ گونه توافق را بهتر از یک توافق بد با تهران توصیف کرد. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت تحریم های بین المللی علیه ایران شکست می خورد و ایران حق غنی سازی اتمی دارد. چهارشنبه کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان در جلسه ای بر سر ایران تحت عنوان ایران پس از صد روز نخست روحانی توضیحات چند تن از کارشناسان امور ایران را می شنوند. شهلا رستی صدای آمریکا واشنگتن